ازدواج کودکان به رغم ممنوعیت قانونی در بیشتر کشورها پدیده گسترده در سراسر جهان است. سازمان ملل متحد میگوید فقر و نابرابری جنسیتی دلیل عمده استمرار این پدیده به گفته این سازمان غیر انسانی در کشورهای مختلفی از جمله اقوام آشکالی، مصری و کولیهای کوزوو است. شیده رضایی گزارش میدهد. اکسانام افتاری فقط 13 سال داشت که به اجبار خانواده فقیرش به عقد مرد فقیری از یه خانواده دیگه در حاشیه شهر پریستینا پایتخت کوزوو در اومد و حالا 3 بچه داره. ازدواج کردن از مدرسه رفتن بهتره، اقلا میری سر خونه و زندگی. چیکار میخوای بکنی تو مدرسه؟ لوان رکسپی هم در 17 سالگی ازدواج کرده و با ازدواج در سن کودکی مخالفتی نداره. من وقتی ازدواج نکرده بودم توی خیابونا ولو بودم. درد سر آفرینی میکردم. با زنم که آشنا شدم ازدواج کردیم سر به راه شدم. سرم به زنم و بچه‌م گرم شد. اما هم لوان هم اکسونا میگن بچه هاشون باید مدرسه برن، درس بخونن و سر کار برن و حداقل تا سن 20 سالگی هم ازدواج نکنن. سازمان های بین المللی مدافع حقوق کودکان و جامعه شناسان نیز همه یک صدا با ازدواج زیر سن 18 سال یا تا پایان دوره کودکی مخالف هستند. ازدواج در دوران کودکی زندگی یک دختر و امکان آموزش، حرفه آموزی و آینده شغلی او را فدا میکنه و سلامت کل جامعه را به خطر میاندازه. حاملگی در سن کم هم خطر دیگری است که این دخترها را تهدید میکنه. سازمان ملل متحد میگوید سنت‌های مردسالار، بی‌سوادی، ناآگاهی رایج در مردم این جوامع و نداشتن قدرت اقتصادی اجتماعی زنان نقش مهمی در ادامه این وضعیت دارد. ما باید همه را برای پایان دادن به این وضع بسیج کنیم و نه فقط بومیان این منطقه را. حل مشکل کولی‌ها و اقوام آشکالی و مصری کوزوو نیاز به عزم ملی و تغییر سیاست‌های کشوری دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید در کشورهای در حال توسعه از هر 3 دختر یکی قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج میکند و از هر 9 دختر یکی زیر 15 سالگی کودکیش ناتمام میماند. شیده رضایی، صدای آمریکا.